معلولیت نیمګړتیا نه ده. رادیویی مجله، مجله رادیویی معلولیت ناتوانی نیست. شنوندای گرامی و همیشگی برنامه مجله رادیویی معلولیت ناتوانی نیست، سلام های من وحیده صابر و همکارم مزمل شای وطن دوست را پذیرا شوین. محترم همکاریزه هم درنو اوریدونکو ته په تیره بیا معلولیت لرونکو خویندو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. شنونده عزیز، اگر برنامه های مجله رادیویی معلولیت ناتوانی نیست را تعقیب نموده باشین، برنامه قبلی ما درباره کمک های بشر دوستانه در حالات اضطرار به افراد دارای معلولیت بود. اما در این برنامه موضوع کمک های بشر دوستانه را در همه حالات به افراد دارای معلولیت مورد بحث قرار خواهیم داد. درنه همکاری، لاوریدونکو غواړم چې خبرونه تر پایه واوري. د بشری مرستو د توزیع او ستونزو په اړه د معلولیت لرونکو کسانو غږونه واوري. د بشری مرستو په توزیع کې د معلولیت لرونکو کسانو له برخې لرلو او هغوی ته د برخې له رسیدو خبر شي. د همدې موضوع په اړه ګلو او خیرو هم په ډرامه کې جالبې خبرې لري. د معلولیت لرونکي یو کس کیسه به هم واوري. شنونده گرامی، کمک های انسان دوستانه به کمک های گفته میشه که از طرف سازمان ها و نهادهای خیریه ملی و بین المللی صورت میگیره. این کمک ها برای بجا شدگان، قربانیان آفت های طبیعی مانند سیلاب و زلزله، مردمانی که در کشورشان جنگ یا قحطی آمده باشه داده میشه. درنه همکاری، د بشر دوستانه مرستو لنوم پوهی گوچی اصلی هدف یه انسان دوستانه مرستی او انسانانو تا د نجات ورکولو په برخه کې همکاری ده. هغه انسانان چې د نړۍ په هر برخه کې له فقر او غریبۍ سره مخامخ دي، که په سم ډول بشری مرستې ورته ورسیږي، نو اقتصادي ستونزې به یې تر یو حده راکمې او حل شي. په ژوند کې به یوه اندازه آرام او پراحت شي. قابل یادآوری است که کمک های انسان دوستانه به تنهایی نمیتونه تمام مشکلات زندگی و فقر و ناداری مردم یک کشور را برطرف بسازه. اما در حالات اضطرار و کمبود و قلت مواد غذایی تا حد زیاد از رنج بیشتر و تلفات انسانی میتونه جلوگیری کنه. خو همکار عزیز، ایره بگو که کمک های انسان دوستانه شامل کدام چیزا شده میتونه؟ بشری انسان دوستانه مرستی د معلولیت لرونکو کسانو یا نور انسانانو تر ضرورتونو پورې توپیر لري، چې دوا، غذایی مواد یا خواړه، کمپلې، د کور ضروري لوښي، خیمه او نور ورکې شاملېږي. او د خلکو یا هر چا له ضرورت سره سم باید ورته توزیع شي او ورسیږي. بله همکار عزیز، اما سوال اصلی برنامه آذری است که سازمان ها و نهادهای بشر دوستانه بر افراد دارای معلولیت چقدر سهم و حصه در نظر می گیرن و آیا افراد دارای معلولیت به گونه عادلانه از این کمک ها مستفید می شن؟ در این زمینه حرف های چند نفر با هم میشنویم. با اسم ما سیفلاس از روزوالی سیول کاپیسا معلولیت داریم. پای ما اوگار هست، بجلک پای ما نیست، دپس شانم چره هست و اصطلاح نتایی نبینی مایدتی بغلش اینجا خورده هست. زمان اوریسا بود بمبارد کرد، وقتی که بمبارد کرد 7 متر را در پالیم ای بمب افتید، آمچاری همو مرا اوگار کرد، زخمی کرد. دمی قدر وقت هیچ کدام کمک از مؤسسه یا از کدام پروژه از هیچ جایی به ما کمک نشده. کمک بشری چیز کمک نشده. خودم فعلا رئیس فامیل هستم، دو تا به اصطلاح نانخور است. مشکلات اقتصادی فعلا دیگه زیاد از آدم کدامش نام بده. همه کاری که کار زور باشه، ثقیل باشه، ما نمیتونم. واقعیت پای ما کار است، ویلچر نداریم، توانش نبود دیگه به حساب خریداری کردن نمیتونست. من دیمی پشته بالا میشم، خانه میبرم یا میایم پایین که میایم بازی پای درد میکنه، میپنده بجله که پایین نیست، که مفصل پای نباشه مشکل نیست. ما هستم عبدالستار، باشنده ولایت کاپیسا، خوارزاده ما فلج بدنی داره که تو جای ما از دیگه تو سر چهار پای مثل لخچک وره را میره. ضعیفی اقتصادی داره، می پدرش از توانش نیست دیگه، حتی ویلچر ناورده برش، یکی دو پیر آمدن نامش گرفتن، بیخی که از کمک نکرد تا هنوز، کمک بشری نشده. دمانم منصور دی دی وردگ ولایت و سیدون که دمان دی کاکازوی دی مکمل پلج دی خبری هم نشکه ولی په اشاره باندې چې غږیږیم ډېر په سختۍ باندې اشاره کوي. دی خپل ځان ته هیڅ کار نشي کړلی، خپل کالي نشي اغوستلی، تر اوسه د هیچا د خونه کومه مرسته نه ده ورسره شوې. نام راضی است، از پروان هستم. دختره کوم است که میجه نام شه دادیم، از چشم نابیناست، هیچ کس خبر ما را نگرفته، هیچ به مورد دخترم کمک نشده.
بسیار نیاز دارم به می کمک. سالا دیگه تا که دنا نریم به خدا کسو سیل کنه سینو خانه ما. مشکلات اقتصادی ما به اندازه زیاد است. 6 تا یک دختر دارم. پدرشان یک کراچی داره، کراچیوان است، خانه کرایی است. حتی ما این میال صندلی نماندیم، بشکر جوش کردیم زیر کمپل با اشتکای ما ماندیم. دیو شمیر کسانو خبری مو واوریدی چی بشر دوستانه مرستی ورته نه وی رسیدلی او په عادلانه ډول یې د مرستو لویش او رسیدو شکایت درلود، یا یې په بشر دوستانه مرستو کې خپل برخه کم ورته ښکارېده. شکایت ای هموطنان ما تقریبا بجاست. من همچند وقت پیشتر به تاریخ 13 قوس امسال دادرس تویتر دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد افغانستان خواندم که نوشته بود افراد دارای معلولیت به طور نامتناسب تحت تاثیر بحران قرار گرفتند و در دسترسی به کمک‌های اولیه به مشکلات مواجه هستند. همدی دفتر نور لیکلی چې په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته باید توجه وشي او لومړی دوی ته ورسیږي، ځکه معلولیت لرونکي کسان په ټولنه کې له خطر سره مخامخ وي او اقتصادي ستونزې هم ډېرې لري. که په بشر دوستانه مرستو کې د دوی برخې ته جدي پام ونه کړو، نو د ټولنې یوه لویه برخه به له خپلو حقوقو محرومه وي. وطن دوست صاحب، نظر به آمار و ارقام سازمان ملل متحد، 15% نفوس افغانستان را افراد دارای معلولیت تشکیل میدن. پس در نظر نگرفتن حقوق اونا و سهم ندادن عادلانه به افراد دارای معلولیت در کمک‌های بشر دوستانه به معنای چشم پوشی از حقوق 15% مردم افغانستان می باشه. درنی همکاری در سر موافقیم. په دې اړه زمون همکار عبدالمطلب جواد د روشندلانو یا نابینایانو د وی خدماتی او رفاهی مؤسسې رئیس احسان فیاض سره مرکه کړی ده. په ګډه به وورو. جناب فیاض صاحب، چرا اکثر سازمان‌های بشر دوستانه در فعالیت‌هایشان و کمک رسانیشان به سهم افراد دارای معلولیت چندان توجه نمی‌کنند؟ مؤسسات خود با تمام عظمت خود در دام وکیلای فاسد انداخته. البته در بینش وکیلای خوب هم هست که خدا نخواسته ما حکم عام نکنیم، اما اکثر از یاد خیشخوری غرق هستند و یا به خاطر سلام علیک خود به خیش و قوم دیگه و دیگه خود چی میکنن. اینا رفتن خود به دام از یان داختن، خودشان از خود پالیسی نتونستن ساخته و اینقدر پرسنل هم نداشتن، دیگه اینمه تو کار خود آسان کردن. خو امروز خودشان متوجه به این شده که باید که ما از این دام خود بکشیم. یک قضیه ای است و یک مسئله دیگه هم است. مسئله دیگه یک میکانیزم یا جور کرده بودن که وقتای قرنطین سرما شما تیر شد، قرنطین کرونا، امی یک آدم در کمپیوتر می زدن که امی نامش در 3 سال پیش هم برامه دور جواب می دادن، می گفتن که در میکانیزم ما اینه مطور است که یک آدم یک کمک گرفته بازی بار دوم می نمیشه کمک بگیره. او برادر هیچ رقم قانون است، حالا یک دفعه که یک نفر از پیش تو 5000 یا 4000 گرفت کل عمر به او زنده باشه. آیا برای افراد دارای معلولیت در پالیسی کاری و روند اداری سازمان‌های بشر دوستانه کدام جایگاه مشخصی معرفی شده؟ اصلاً برتان بگویم که کاتگوری را قبول ندارن. وقتی که ما نام از اشخاص دارای معلولیت میبریم میگن نه 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 نه، لطفاً به نام کاتگوری پیش نبین. ما فقط به بضاعت میبینیم، ما در ساحه میگردیم میبینیم که کی مشکل داره، ما او رو میگیریم. هیچ وقت به نام نابینا برای ما پیش نشین، هیچ وقت به نام بیوه، به نام معلول شما پیش نشین، هیچ وقت به نام اتحادیه شما پیش نشین. وقتی که اتحادیه شما را گرفتیم، باز اتحادیه قصابا میایه، اتحادیه تکسیرانا میایه. به او خاطر فقط برین پیش ملای مسجد، برین پیش وکیل گذر، برین پیش نایه. و ما همین معلول نابینای بیچاره را پشت نخود سیاست سرگردان کردیم و دواندیم، نتیجه نگرفته. مثلا از 3000 نفر ما 200 نفر ما را میگیره، 300 نفر ما را میگیره، مگر متوقع را اعلام میته. به نظر شما استاد فیض، نادیده گرفتن سهم افراد دارای معلولیت در کمک های بشر دوستانه چی پیامدهایی میتونه برای سازمان و برای افراد دارای معلولیت داشته باشه؟ برای هر دویش مشکل داره. برای افرادی مشکل داره که مجبور است که دست به گدایی دراز کنه، یا مریض روانی میشه، یا دز میشه، یا کی صبر میشه، یا دیگه میشه، یا به تمام امراض دچار میشه، امراض روانی و روحی، و آبروی هم معلول هم بین جامعه میریزه و او متکی به مردم میباشه، متکی به برادر و دیگه خود میباشه که بالاخره هر کس دغم خود است. امروز ولاغه برادر به برادر بتونه که اولادش نان بده. آقای فیاض گفت مؤسساتی که کمک‌های بشر دوستانه را ارائه می‌کنند اکثراً کمک‌ها را به همکاری و مشوره وکیلان گذر،
ملکان و افراد بانفوذ محلشان توضیح می کنند که در بعض مواقع همین امر سبب بروز مشکلات می شه و سهم افراد دارای معلولیت در کمک های بشر دوستانه آنگونه که لازم است در نظر گرفته نمی شه. هو در حقیلی فیاض بل شکایت داو چه بشر دوستانه مرستی طول و معلولیت لرون که کسانو تا نرسیگی یو شمیر کسانو تا رسیگی او یو تعداد کسان تری پاتی شی. زکه مرستندو یا موسسی او بنسټونه نغواړي چې معلولیت لرونکو کسانو ته د ټولنې د یوې برخې په شکل ځانګړی پام وکړي که یې کړی هم وي کم دی ځکه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو تعداد زیات دی. همکار عزیز، ای که چرا باید به افراد دارای معلولیت سهم عادلانه در کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته شود، خوب است که با هم مصاحبه همکار ما محمد عارف رحیمی را با عبدالصمد امیری، یکی از روشندلان و کارشناسان امور افراد دارای معلولیت بشنویم. کم معلولیت لرون که کسان ده بشری مرست یا کمکون مستحق دی؟ آقا اولین مستحق شدی ده معلولین دی چه باید دوی سر مرست بسی. پا ده چه ده خلق شدی دوی آید نره دوی کم فیزیکی فعالیت پر اجتماع که دوی کوای نیستی لکه نور خلق سره دستی آزاد به جامعه که کار کوای نیستی اگه سوچ اگه فیصدی معلولیت جگ در فیصدی دیر در اگوی سره باید اول هم رسته بسی او اگه سوچ فیصدی الکتریک در اگوی سره بیاکی گی چه به دوام هم برقی اگوی سره کمک بسی طور مثال معلول فیزیکی در اگه پخن نشتی او لاس نشتی نابینا در اگه تک او را تک چر تا کوای نیستی در محتاج در اکثریت فامیل تا و نور جامعه تا بشری مرستو تا یا بشری کمکو تا دی معلولیت لرون کو کسانو دی نلاس رسی علتو نکم دی؟ دی علت دست شده چه دا معلول کس چه دی دوی اخپلا تنا تلای نیسی تر اغا وکیل و گزار پرو تلای نیسی دا اغا ناهی پرو تلای نیسی دا اغا بنسط یا نهاد چه کمکی تر اغا جای پرو دوی تلای نیسی پر دی بانده دوی شاد پات سویده سازمانان او بنسټون نشته بعض سازمانان او بنسټون هم چشته او غوی هم کار کوي او دسته اغی کار نکه چه دوی سره یو منظم میکانزم نشته چه با اثرت وقت که کمک کسی دوی تا کمک رسیگی داغه نهادونه چه در بنسټون موسی چه دید رسیدگی کوای نیست داغه طول معلولین تا در سازمانان اغا بودجی نلری داغه دوی بودجی لگ دی تعداد سازمانان هم کم ده ریر لگ دی دوی فعالیت په ولایت کې په اطراف کې د معلول کسان چې دی آگاهی دوی ته نه رسیږي دغه موسسات چې د بنسټونه چې دوی آگاهی په برخه باندې دوی کار ډیر لیک دی. کوم بنسټونه یا سازمانونه مسؤل دی په دې برخه کې ته څو د معلولیت لرونکو کسانو سره بشری مرستې وشي؟ مسؤل بنسټونه مسؤل ادارې شته لکه وزارت شهدا او معلولین د ملل متحد موسسې دي لکه ډبلیو اف پی یا د وړې انجوګانې دي او شخصی غیر دولتی موسسه دوی باید هلی ځلې وکړي کوشش وکړي چې دغه معلولین ته باید دوی مرسته جلب کړي جذب کړي او دوی باندې وشي. نور موسسه هم شته لکه هندیکاپ انټرنیشنل دوی همکار کوي سویډن کمیټه دوی د معلولین په حساب باندې همکار کوي. موسسه چې دی در ټول نهادونه چې دی او وزارت شهدا او معلولین دوی باید په خپل منځ کې او هماهنګي باید ویلري چې په دغه هماهنګي په هغه باندې وسیله باندې ټول معلولین ته په سمه طریقه په منظمه طریقه په یو ښه میکانیزم دغه مرستې دوی ته ورسیږي. بشري کمکونه نهادونه باید داسې زمینه باید برابره کړي دغه معلولین ته چې دوی باید خودکفا سي دوی ته د زمینه د تعلیم تحصیل د کاریابي دغه شان باید مساعد سي چې دوی باید په خپل لاس دوی یو څه عاید ولري. فزیکي معلولین چې دوی فلزکاري کوی سي دوکانداري کوی سي په شرکتو کې کار کوی سي دوی ته باید دغه زمینه د کار باید مساعد سي. آقای امیری در صحبتاش به بعض نکات مهم اشاره کرد. هودرنه همکاری ده پخپلو خبرو که اول هغه موسسی او بنسټونه چې معلولیت لرونکو کسانو ته بشر دوستانه مرستې ورکوي او رسوي باید داسې تګلاری او میکانیزم جوړ کړي چې په وسیله یې معلولیت لرونکي کسان بشر دوستانه مرستې په اسانۍ ترلاسه کړی شي او ټولو معلولیت لرونکو کسانو ته د ضرورت لمخي بشر دوستانه مرستې په عادلانه ډول ورسیږي. علاوه بر داشتن یک روش و میکانیزم خوب برای سهم دادن به افراد دارای معلولیت، نهادها و سازمانهای کمک کننده باید بر کمک رسانی به افراد دارای معلولیت میان خود هماهنگی داشته باشند و همچنان کمک‌های بشر دوستانه را به افراد دارای معلولیت قابل دسترس بسازن. مثال سه دول دسترسی ورکی دایشی؟ مثلا در وقت نامنویسی یک فرد دارای معلولیت که به مسجد قریه و محله خود رفتن نمیتونه باید وکیل منطقه پشت خانهش بره.
یا دفاتر مؤسسات و مراکز کمک کننده در جایی باشه که افراد دارای معلولیت با آسانی اوجه رفته بتانند و گپ دلشانه به مسئولین گفته بتانند. درنی همکاری خوب پختنه داده چی معلولیت لرونکو کسانو سره مرستندو یا مؤسسی او بنسټونه کومو ټکو ته پام وکړي ترسو معلولیت لرونکي کسان په عادلانه ډول او آسان لارو چارو بشر دوستانه مرستې ترلاسه کړي شي. په دې اړه به زموږ د همکار عبدالمطلب جواد مرکه واورو چې د احمد فرید عزیزی سره یې کړې ده. هغلی عزیزی د معلولیت لرونکو کسانو د بنسټونو یو همغږی کوونکی او غړی دی. عزیزی صاحب، به نظر شما سازمان‌های بشردوستانه در راستای کمک رسانی به افراد دارای معلولیت کدام نکات عمده را باید در نظر بگیرن؟ اینا اینطور یک پالیسی طرح کنند که یعنی اونمو امکانات بودجه‌ای که در پیششان است امو جایگاه را یا سهمیه را برای معلولین مشخص کنند. چی مکانیزمی رو باید در نظر بگیرن که برای افراد دارای معلولیت هم این کمکایشان به خوبی برسه؟ چون خودش یک مؤسسه است، باید بپاله مستحق و نامستحق پیدا کنه. اینا باید که تیم مؤسسات غیر دولتی که لستاد پیششان ثبت و راجستر است اینا را پیدا کنن، از طریق از اینا میشه که لستای خودانه تنظیم کنن. مؤسسات ها میکانیزم های را در نظر بگیرن که اونمو روند دیتابیس خودانه، روند پالیسی خودانه تغییر بتن، بین مردم، بین جامعه هماهنگی داشته باشن، بین مؤسسات تماس داشته باشن، ارتباطات داشته باشن. باید ما در جامعه بگردیم، از این طریق پیدا کنیم مستحق، از این طریق معلول پیدا کنیم. خود افراد دارای معلولیت چی کارا بکنن؟ کدام نکات در نظر بگیرن تا از این کمک ها مستفید شوند؟ اینا در بین خود اول منسجم شوند، با اتحادیه مربوطه خود در تماس باشند و کوشش کنند که در قسمت ناهماهنگی همراه کسی جنگ و از روی خشونت کار نگیرند. شنونده گرامی، شما مجله رادیویی معلولیت ناتوانی نیست را میشنوید. موضوع برنامه ما سهم افراد دارای معلولیت در کمک‌های بشردوستانه است. درنو اوریدونکو، د خبرونه په تیرو برخو کې مو واوریدل چې معلولیت لرونکو کسانو د بشردوستانه مرستو له عادلانه توزیع نه شکایتونه لرل. د معلولیت لرونکو کسانو د استادو نظرونه هم دا وو چې له معلولیت لرونکو کسانو سره مرستندوی مؤسسات او بنسټونه د بشری مرستو د عادلانه توزیع او په اسانۍ معلولیت لرونکو کسانو ته د رسیدو په برخه کې یو کامیاب ښه طریقه او مناسب میکانیزم نه لري. بله همکار گرامی، گپ عمده آقای احمد فرید عزیزی بود که بر افراد دارای معلولیت در کمک‌های بشردوستانه سهم و استعدادانه در نظر گرفته شود. درنی همکاری، گلو او خیرو هم په دې اړه خبری لري. راځي په ډراما کې په ګډه واورو. بسیار خوب، میشه با هم مشنوی. خیرو، او خیرو و درگا سوای گلو ورور می چیرته داسی په بیړه روانی چې ستار دی کتا چولی او یوی او بلی خواته گوریم نه مرستی را غلی دی آلتا ورزم ورور می نو بیا خو سره ملگیریو درزه چی یو زی ورشو زمان آلتا روانیم سمه ده خلق را چابک شد چه نوخت نشی نن بیر غو سره تخکاری خیرو ورور می خیر خوده پخوا خوده سه نوی خلکو تا غصه شوایم خلکو تا ولی کومو خلکو تا؟ وکی که گلو خدا چلی کسی نشه خبر زه چی خبر شو فکر می دیر خراب شو ورور می تمادم کسو که اندیخ نمی شو چه ستا فکر با چه تا خراب بی زما آقا معلولیت لرون که تر خود لیدلهی آقا ایوا پخا چه کار نکهی آقا پا دری تایره بایسیکل که چی گرزی ویلچار ورتوایی که چه بلا پا ویلچار که گرزی آقا نن ده بشری مرستو ده ویش مرکز تا ورغلی و خو بیر تا پا خواشینه یو تش لاس کور تا راغی ولی غرور می نو مرسته نو ور سره کردی زمام هم ده تا مغز خراب دی کنه وای خلکو پا کتار که زای نراکا و او لسکی می نومم نو ده آقا نوم خوی باید لی کنه وی حقی و زمام ده وایم چل هر چا لمرای باید معلولیت لرون که خلکو تا مرسته ور کرد شی خورشتی هم دل تا حق حقدار تا نسپارل کیگی غرور می تاسی غصه پا دی خبرو دی مغزو ما خرابه و چه زما پر زای تم شه مغزو بده خرابیگی ورور می طول خلق دی زن غم خیستی چو خلیوانی ندی چه پا کتار که خپل زای بل چه تاور کی او یای ترزان مخ کی گورا گلو تو خلوی سرائی دستی خبره سوگ نکهی
موږ او تاسو ټول باید له معلولیت لرونکو خلکو سره مرسته وکړو. هیڅ مجبور نه یم چې مرسته ورسره وکم. که زه له هر معلولیت لرونکي سره مرسته وکم او په قطار کې تر ځان مخکې کم، نو ورور مې آخر به تش لاس پاتې شم. دا خلک په موږ ټولو باندې حق لري. موږ تاسو ته شکر خدای پاک روغ بدن راکړی، دا تر ټولو غټ نعمت دی. سمه ده، دا خبره درسره منم، مګر زه خو دوی ته خپله برخه نشم ورکولی. زه م نه وایم چې خلک د معلولیت لرونکو ته خپله برخه ورکړي، یوازې د نوبت ورکړي او د دوی حق دې نه خوري. ورور مې، نو ستا زړه دی چې اوس هلته له خلکو سره جنجال وکړي چې ولې مو زما ترو ته په قطار کې ځای نه دی ورکړی، یا ولې یې نوم نه دی لیکل شوی؟ هو، ورته وایم چې هغه خو په خپلو پښو نشي ګرځېدلی، هم یې باید د مرستې لست کې نوم لیکل شوی وای او هم یې باید قطار کې نه وای درولی. یاره، زما زړه خو یې نه مني چې څوک دې ستا په خبرو غوږ وګروي، هر څوک ځان مخکې کوي. ته راځه چې یو ځل ورشو، بیا به وګورئ چې زه له خلکو سره څه کوم. ګوره خیرو، به خلکو سره جنجال مه کوه، له جنجال نه څه نه جوړېږي. نه، داسې نه کېږي. زه خامخا پوښتنه کوم چې ولې د مرستې په لست کې زما د تره نوم نه دی لیکلی او په قطار کې ځای نه دی ورکړی. ورور مې، دومره ډېر خلک دي، ته به کوم یو تر ګرېوانه رانیسې؟ مجبوره یم چې د تره لپاره مې غږ اوچت کړم. خلک به تر څو پورې د معلولیت لرونکو حق تر پښو لاندې کوي او تر ځان به یې ټیټ بولي. هغه دی ملا صاحب سلطان هم د خلکو په منځ کې ښکاري. ورور مې، زه خو وایم چې هغه ته ووایه، هغه به خلک پوه کړي. دا دې هم بده خبره ونه کړه. یاره ګلو، ستا له خولې هم کله کله ډېره هوښیاره خبره راوځي. ناوخته کوه مه. ورور مې، زر ورشه او د تره شکایت دې ور ورسوه، زه به په قطار کې خپل ځای ونیسم. ورغلم نو. ملا صاحب، او ملا صاحب. اوهو، خیرو ته هم راغلی؟ او ملا صاحب، زه خو د ځان لپاره مرسته نه غواړم. زه دې هم حیران کړم چې ته څنګه راغلی. دا مرستې خو د غریبانو لپاره دي. ته خو د الله جل جلاله په پزل یوه مړۍ ډوډۍ لرې. د غریبانو لپاره دي؟ کاشکې چې دا مرستې اصلي غریبانو او مستحقو ته رسېدلی. دا څه وایې خیرو؟ زه دلته راغلی دیم دې لپاره یم چې عدالت وشي او ټولو مستحقو خلکو ته خپل خپل حق ورسیږي. رښتیا درته ووایم ملا صاحب، زه خو د جنجال په نیت راغلی وم، خو دلته مې چې ته ولیدې ښه مې وبلله چې تا خبر کړم. ته خو راته ووایه چې څه خبره ده. کیسه خو داسې ده چې زما هغه معلولیت لرونکی کاکا د مرستې غوښتلو ته راغلی و، خو دلته خلکو په قطار کې ځای نه و ورکړی او ورته ویلي وو چې لس کې دې نوم نشته. بیرته مایوسه تللی و. دا خو ښه کار نه دی شوی. معلولیت لرونکي کسان خو د مرستو حقدار دي. کاشکې زه لږ وختي راغلی وای او خلکو ته مې نصیحت کړی وای چې له معلولیت لرونکو خلکو سره مراعات وکړي. زه هم د همدې لپاره راغلم چې خلکو ته همدا خبره وکړم. ښه، ته له خلکو سره جنجال مه کوه، زه به یې هم لیست کې نوم ولیکم او هم به خلک پوه کړم چې د معلولیت لرونکو خلکو لحاظ وکړي. سمه ده ملا صاحب، خدای پاک دې اجر درکړي. ګورئ خلکو، یو وار زما خبره واورئ. او خلکو، اوله خبره خو دا چې په قطارونو کې سم ودرېږئ او یو د بل حق مه خورئ. دویم دا چې که کوم معلولیت لرونکی کس راځي، هغه ته اجازه ورکړئ چې رامخکې شي او خپله مرسته واخلي. هغوی ته تکلیف مه ورکوئ چې له تاسو سره یو ځای په قطار کې ودرېږي او انتظار یې وځوروي. خوښه مو ده؟ خیر اوسئ، هغوی په موږ او تاسو حق لري. همکار عزیز، گپای گلو و خیرو را خوش شنیدیم. تنها نهادهای کمک کننده نی، بلکه مردم هم باید از افراد دارای معلولیت حمایت کنند و تا میتونن زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت را به کمک های بشر دوستانه آسان بسازن. هو محترم همکاری، مونږ ټول مسئولیت لرو چې معلولیت لرونکو کسانو ته د بشر دوستانه مرستو در رسیدو په برخه کې همکاري وکړو. د خبرونې په دې برخه کې د یو داسې معلولیت لرونکو کس خبر یورو چې هم ورزشکار دی، اهم یې نورو معلولیت لرونکو کسانو ته د بشر دوستانه مرستو د رسیدو موقع برابره کړې ده.
بله، ای دوست عزیز ما محمد هادی نام داره که با همکار ما عبدالمطلب جواد گفتگو کرده. بریم و با هم گپایشان بشنویم. مؤسساتی که برای معلولین کمک میکنه قضا یاد در جریان میشم، خصوصا در مؤسساتی که در خارج بوده درشان تماس گرفتیم، کسایی که کمک داشته اینجا ما برشان همین مشکلات معلولین رساندیم، گفتیم که واقعا وقتی شما کمک میکنید برای کسایی که مستحق‌ترین هست کوشش کنید. مثلا معلولی است که سرپرست خانواده خواست، کس خبر نداره، حتی معلولی است که از خانه خود برآمده نمیتونه، کس نمیره که در خانهش، حتی معلولی که در خانواده خود زندگی میکنه اگر او یک کمک نشه برای خانواده خود کلگی از او بدش میاد، تحقیر میشه. خود چند وقت میشه که نمایندگی میکنی از افراد دارای معلولیت؟ اکثر وقتا دنبال همین کارا بودم که سعی کنم که از چه طریق میتونم برای یک معلولی که واقعا نیازمنده مثل خودم است، بعضی این حالت ها در ارتباط شدم، بعض مشکلات ها رو گفتم. مدتی 2 سال میشه قد از یاد ارتباط هستیم، بازی هم هر دفعه که کمک میشه خودشان مستقیم برای ما زنگ میزنه که هم تعدادی که نیازمند در کوشش که کسایی که نیازمند باشه، کسای معلولایی که میفهمدیم کس برش کمک نمیشه، کس ازش خبر نداره که امی چی مشکلات داره، باز به می خاطر در ارتباط میشدم قدشان. از کسایی که خودت نمایندگی میکنی چطور امروشان گپ زدی؟ چطور قناعتشان دادی که بگی که من به نمایندگی شما امروی مردم گپ میزنم و یایی که همین وظیفه را به عهده میگیرم وقتی کمک ها را دریافت کردم براتان توزیع میکنم؟ اونا رو چطور قناعت دادی؟ یعنی از کسایی که خودت نمایندگی میکنی؟ یا کسایی هست که هیچ کس اول از یار نمیگیره، پرسان نمیکنه، من میرم پرسانشان میکنم، مثلا این کارای ماست، از یا پرسان میکنم بگم ما شما کار کنیم خو خداوند ما شما رو میبینه، روزی ما شما رو میته، اما کار کنیم که وجدان ما تو راضی باشه، کسی باشه که مستحق باشه این کمکی که وام میکنه، مثل ازی که مثل اگه امانت دست ما میته خو امانت دار باشیم، امانت دست کی بتیم دم کسی که مستحق باشه. آدی جان من که میبینم اعصاب دست هستی، برات سختی نمیکنه شناسایی همکارا و دوستا و هم قطارای خود که بری شناسایی جان کنی؟ امیر راستش یک احساس آرامش میکنه، امی آدم که میره در پالو یک نفر یک نیازمند ایره مثل یک مسئولیت میرم، برای من هیچ مشکل نمیکنه، بلکه احساس خوشی ازی میکنم، اعصاب ما آرام میشه، احساس ازی میکنم که خداوند وقتی که معلول کرده ما ناتوان نیستیم، این توانایی رو برای ما داده که ما میرم برای افرادایی که نیازمنده مثل خودم ماری امروش کمک میکنم، این برای خیلی احساس خوشی میکنم. همانطور که ما باور داریم معلولیت ناتوانی نیست، در صحبت‌های آقای محمد هادی شنیدیم که گفت با وجود همه مشکلات توانسته هم مشکلات خود را حل کنه و هم از خواهران و برادران دیگی دارای معلولیت حمایت کنه. درنی همکاری، در خپرون وقت نجدی خلاص دی. ما یک متوجه برنامه می باشم که بیخی گذره وقت و زمان از یادم میره. چه دست دن ووه چی پا دیخ پراونه که پا کم موضوعات و خبری وشوی؟ اینه گوش بگی که برات بگویم در این برنامه خو گپای زیاده گفته شد، اما چند نکته مهمشه برات میگم. اولی که افراد دارای معلولیت قشر آسیب پذیر جامعه هستند، اما به گفته خودشان سهم اونا در کمک‌های بشردوستانه عادلانه در نظر گرفته نمیشه. بل مهم تکی داده چی مرسته کون که بنسټونه دی یو مناسب میکانیزم او سالمه طریقه وسنجوي. سو ټول معلولیت لرونکو کسانو ته چې د مرستو مستحق دی په عادلانه ډول بشردوستانه مرستې ورسیږي. بله همکار عزیز، به گفته نماینده های افراد دارای معلولیت باید سهم افراد دارای معلولیت در کمک های بشردوستانه مشخص در نظر گرفته شود و انگام توزیع کمک ها به افراد دارای معلولیت اولویت داده شود. درنی همکاری، دومره وقت پاتی ده چی خدای پامانی و کلو و بس. در وقت باقی مانده خوب است که شماره های تماس ما را به دوستای ما اعلان کنیم تا در صورت ضرورت به این شماره به تماس شوند. دیر خ خبره ده، زمونگ در تلفون شمیره ده 0 او 0 42 23. همکار عزیز، باید یادآور شوم که دوستای ما میتونن از طریق تلفن و واتساپ با استفاده از همین شماره با ما به تماس شوند. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم. 0 70 20 22 243. د دې جملې په ویلو چې معلولیت ناتواني نه ده، د رادیو مجلې د خبرونه پای ته رسیږي. د الله پامان. خدا نگهدار.